اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران. امشب همونطور که وعده کرده بودم خدمتون، میخوام راجع به شب قدر یه خورده بیشتر صحبت بکنم محضرتون. تا قبلش چون دوستان راجع به FATF فرمودن، یه نکته رو عرض بکنم. اینکه علت اصلی افزایش قیمت دلار و ارز در کشور ما ربطی به تحریم‌های آمریکا خیلی نداره. این دروغو بهتون نگن سیاستمدارا. سیاستمدارا برای اینکه بی‌ارزگی خودشون رو پنهان بکنن و عموم مردم از اقتصاد سر در نمیارن، میان میگن چون ما مثلا با آمریکا درگیریم قیمت ارز داره میره بالا. اینطور نیستش. سوریه با آمریکا درگیر نیست، تحریم نیست. از اون کشور چیزی نمونده، با خاک یکسان شده. اما قیمت ارز تکون نخورده تو این سالا. درسته؟ پس اینا نیستش. پلن ارزی ما مشکل داره که این آقایون سیاستمدار به جنگ صبح تا شب به جونم بیفتن بیان اونو درستش بکنن. این یک نکته. یعنی از عوامل مختلفی مؤثره. قاچاق گسترده کالاست که بابت اینا داره ارز از کشور خارج میشه. اخیراً توریسم خروجی ما زیاد شده. سالی 2 میلیون میرن فقط ترکیه، اینا ارز میبرن خرج میکنن. دلایل مختلفی داره اما اینا خیلی جزئی. اصلش همین که پلن ارزی ما، نقشه ارزی ما مشکل داره. برجام با تمام داستاناش که شما شناختید، با تمام داستانا و بالا و پایین و چپ و راست و پیچ و خماش، از نظر بنده 1/10 FATF هم نیست. فرقش تو اینه که FATF رو بدونی که این همه جنجال داشته باشه، وزیر اقتصاد قبلی رفت خیلی قشنگ امضا کرد برگشت. باز برجام 20 ثقه تو مسجد بالا، تو مجلس بالا پایینش کردن. چی شد؟ هیچی. این اکوشو بگیر بی زحمت. رفت خیلی قشنگ امضا کرد برگشت. FATF هم هیچ قرارداد بین المللی نیست. ما چون اطلاعات نداریم راجع به اینا، میتونن بهمون دروغ بگن. کسایی که FATF رو نمیتونن تلفظ کنن، دیدید دیگه. از FATF طرف حمایت میکرد، بلد نبود تلفظ بکنه. خدمت شما عرض بشم که یه پیمان بین المللی نیست، یه پیمان بین الدولیه. بین دولت هاست که این پیمان. و بحثش هم شفافیت مالی و اینی که ما اون دولت، مثلا فرض بکنید ما به این پیمان میپیوندیم، کشورهایی که تون پیمان هستن از ما میخوان، یک سوالاتی رو دارن که آقا مثلا ما یک نفر یه توی ایران یه معامله انجام داده، یه طرف این معامله توی ایرانه، میخوان ببینیم این قاچاق بوده یا نه، ببین پول تو حساب کی رفته، و شما موظفی جواب بدی. حالا کشورهای مختلف آیا استاندارداشون متفاوت یکسان؟ نه متفاوته. FATF برای هر کشور یه پک داره. FATFی که تو سوئیس اجرا میشه با FATFی که تو ایرانه، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین و وحشتناک‌ترینش برای ایران نوشتن و یک سری اطلاعات داره مخابره میشه. الان دستگاهش نصب شده. حالا از نظر اونا که ترکیه یا مثلا جمهوری آذربایجان بخوانی داخل پرانتز اسرائیل، خواهند فهمید که کدام بخش وزارت دفاع شما پول کجا خرج کرد، تو جیب کی رفت. متوجه چی شد؟ یعنی یک خود تحریمی داخلیه. حالا از نظر اونا تروریسم یعنی چی؟ یعنی وزارت دفاع تو، یعنی وزارت کشور تو، یعنی وزارت اطلاعات تو، یعنی سپاه تو، یعنی دار و نداره دیگه، هم کسی امنیت تو رو مخاطب کنه. و همینا امنیت حفظ کردن دیگه. از نظر اونها اونا باید بدونن و برخورد خواهند کرد. حالا دردش اینه، اینا بدونه که کسی ازشون بخواد رفتن امضا کردن. حالا بیرون اومدنش یه داستان داره FATF، پذیرفتنش یه داستان دیگه. این قشنگ مملکت رو در تنگنای اساسی قرار دادن. من واقعا موندم خدا شاهد اینا چطور شب خوابشون میبره. اصلا کسی از تو خواست بره امضا بکنه؟ اروپایی ها میگفتن، آمریکایی میگفتن ما پول میخوایم به تو برگردونیم، باید مطمئن بشیم پولای برجامو شما خرج تروریسم نمیکنید. خب از نظر تروریسم یعنی چی؟ یعنی به بخش از شبکه نظامی خودت حقوق نباید بدی. تو کدام مملکت، کدام مردم دیدی که اسلحه دست سرباز خودش بگیره؟
این از FATF. خیلی مختصر و مفید گفتم برای اینکه قابل فهم باشه برای همه. ما توی کانال خود مؤسسه و سایت مؤسسه یک بحثی رو شروع خواهیم کرد، اقتصاددان خواهیم آورد، اینا توضیح بدم. متاسفانه اقتصاددان خیلی قلمبه سلمبه صحبت میکنن، مردم متوجه نمیشن چی میگن. به زبان مردمی اینا رو به گوش مردم خواهیم رسون. نمایندای مجلس هم بعد الان معلومات خودشون نشون بدن دیگه، به شرطی که بتونن حالا تلفظ بکنن بفهمن اون تو چیه. همونطور که عرض کردیم خدمت شما، ما روایت داریم که در بین این شبهای عزیز، شب قدر، شبهای قدر، لیالی قدر، شب 23 از همه مهمتره، اینطور داریم. و احتمال اون قدر بودن در شب 23 یعنی امشب بیشتره. و در روایت دیگه داریم که هر ستای اینها یک اتفاق درش میفته. 19 میخوای 23 میدم، 23 هم چی؟ عرض کردیم حذف و اضافه است. اینجا امشب قطعی میشه. چی قطعی میشه؟ راجع میخوایم صحبت بکنیم. ببین اسم این شب، شب قدره. قدر یعنی چی؟ یعنی اندازه. شب اندازه ها. امشب شب نسبت هاست. چه اندازه؟ اندازه آدم ها با هم فرق میکنه. زیاد آدم ها با هم فرق میکنه. خیلی آدم ها با هم فرق میکنه. به نسبت آدم ها این اندازه ها با هم متفاوته دیگه، درسته؟ یه بچه کوچیک فهمش از مقدار یک چیزه، یه آدم بزرگ یه چیز دیگه است. خیلی پول از نظر بچه کوچیک یه چیزه، تومن از نظر من و شما یعنی 1000 تومن 5 تومن میشه، از نظر یه بازاری یعنی 5 میلیون تومن، از نظر یه مولتی میلیاردر یعنی 5 میلیارد تومن. هم فرق دارن، میبینید؟ اندازه ها بر مبنای آدم ها فرق میکنه. برای همین آدم ها چیزای مختلفی میگیرن میبرن این شب. به فهم و درک و شعور خودشون از این شب بستگی داره. امشب مثل یه اقیانوسه. یکی استکان میاد آب میبره، بهش میدن. یکی اندازه استخر آب میبره. شب نسبت هاست. اصلا قدر یعنی اندازه دیگه. چقدر منو دوست داری؟ چقدر پول میخوای؟ یه مثال برای شما میزنم تا متوجه بشیم ما کجاهای کارمون خرابه که نمیفهمیم چی باید بخوایم. چرا اون چیزایی که خیلی از بزرگان تو این شبا میگیرن و میبرن ما نمیتونیم بگیریم؟ برای اینکه اصلا متوجه نیستیم چی میخوایم. شما فرض بکنید توی ماشینی نشستید، حرکتی ندارید، ماشین داره حرکت میکنه، شما توی ماشین بی حرکتید، درسته؟ توی ماشین بی حرکتید، اما نسبت به درختای کنار خیابون دارید حرکت میکنید. خیلی وقتا ما توهم حرکت داریم، در حالی که داریم چیکار میکنیم؟ در جا میزنیم. اما افرادی که از نظر ما دارن در جا میزنن، آسته میرفته، آسته میومده، کسی به کسی کار نداشته، به یک باره حرکتی میکنه که ما تو مبهوت میمونیم. مثل کی؟ مثل کی؟ مثل محسن حجاجی. شما به در رفیقای پاسداری ایشون بپرس. خیلی هم تو درسای پاسداری و اینجور چیزا مثلا فکر نکنه شاخص و ویژه بود و مثلا فلان این چیزا، نه. اما او داشت جوری حرکت میکرد جایی که از قضا جلو چشم مردم هم نبود. اگه از نجف آباد میکوبید این همه راه بلند میشد میمد اصفهان، تو هیئت شرکت میکرد، اون پشت صحنه عزاداریش هم میگه پشت صحنه بود، بقیه بلند میشدن میرفتن، این نیم ساعت 40 دقیقه بعد بقیه همه کارا رو انجام میکرد بلند میشد، هیچ کم نمیدیدش. این شاید از نظر من و شما هیچ حرکتی نداره، ای بابای دم در کفش میده مثلا. از نظر من و شما گفت مهدا، اون میاندار، اونی که جلو چشه. اما او نسبت به خدا عجیب در حال حرکت. تمام مشکلات ما نتیجه یک وهمه. ما نسبت به دنیا، نسبت به حیات خودم، نسبت به زیست خود دچار توهمیم. ما توهم مالکیت داریم. کیفم، کتابم، پولم، بچم. این توهم باعث میشه خودمون نسبت به اینا بسنجیم، اینا رو هم نسبت به خودمون. هیچ وقت مبنای سنجش رو خدا قرار ندادیم.
هیچ وقت بچه‌مون یه بنده خدا ندیدیم، مادرمون یه بنده خدا ندیدیم، یه بابامه مامانمه. وهم ما این بود به جای اینکه مرکز پرگار رو بذاریم اون دایره رو بخوایم بکشیم، مرکز پرگار رو به جای اینکه خدا قرار بدیم خودمون قرار دادیم. اندازه های ما هم هیچیه، ناچیز اندازه قد و قوار خودمون، یک بشر جرمی جسمی جنسی آفریده شدن از پسترین عنصر آفرینش. میگه ما شما رو آفریدیم فی احسن تقویم، شما خیلی، شما همه اقیانوسه اید. ثم رددناه اسفل السافلین، بعد اومدی چی پایین شدی چی قدیه فنجون. حالا دوست داری خودت این فنجونه ببینی یا اون اقیانوسه، این دست خودته. اینه که شب قدر آدم ها با هم متفاوته. این که تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر، اینجا من کل امر چیزی دیگه نمیمونه. لیلت القدر خیر من الف شهر، الف شهر برابر با تقریبا یک عمره، تقریبا میشه 80 سال. خدا داره میگه این یه شب اگه درست فهمیدی کل عمرتو درست فهمیدی. که تو چه برداشتی از امشب میکنی؟ ما دوچار وهمیم. ما میگیم ما که این وهم ما برطرف میشه، الهی قربون امیرالمومنین بریم که هر جا گیر میکنی میرسی به فرماشاتشون. میگه مردم خوابن میمیرن بیدار میشن، ما الان در یه خوابیم. میگه بابایی گفت من شب تو خواب دیدم یه پروانم، خواب دیدم بال دار بودن پروانه. میگه به این فکر فرو رفتم گفتم نکنه یه پروانه ایم که خواب میبینم آدمم، شاید اصلا اون اصل منی برم. ما الان تو خوابیم، کی بیدار میشیم متنبه میشیم؟ وقتی میمیریم. اون موقع میبینیم عجب. شما دیگه تو خواب دیدیم مثلا ماشین خیلی با کلاسی داری یا مثلا ها؟ اون که مال تو نیست که، خوابی. تو خواب خوشحالی داری کیف میکنی، تو خواب خوشحالی داری کیف میکنی، ماشین دارم. از خواب که میپری میبینی وهم بوده، توهم بوده، دود بود، پرید رفت، ماشینی نداری. وقتی میمیریم میفهمیم هیچی نداریم، حتی دست و پامون هم مال خودمون نیست. همینه که 80 سال باش زندگی کردیم، اینها هم مال خودمون نیست. کجا؟ اونجا که شروع میکنه علیهمون شهادت دادن. بهشون میگم ساکت، میگه تو ساکت نشنیدید؟ قرآن میفرما دستتون علیتون شهادت میده، چشمتون شهادت میده، زبانتون شهادت میده. اونا به ما میگن ساکت، میگن تو مالکیتی بر ما نداری، اینجا مالک یوم الدین یکی دیگه است، ما تحت مالکیت اویم. تو در توهم بودی فکر میکردی مالک دست و پای. میبینی بابات اومد ازت بابت غیبت هایی که کردی پشت سرش ازت ثواب بکنه ببره. بابات میگه بابامه، بابامه؟ کدوم بابامه؟ مالکیتی نداریم، تموم شد رفت. یه بنده خداست، یه بنده خدایی، پشت سرش غیبت کردی کنتور میندازه شرمنده، ازت نگیره جاش پایین تر میاد، درگیریه، همه میخوان مسابقه بدن برن بالاتر. یوم، روزی که یفر المرء من اخیه، از داداشت فرار میکنی، میگه مادر بچهشو میندازه در میره، و امهی و ابی، پدر و مادر نمیشنسی، الا اینکه نسبت من و شما با پدر و مادر، برادر، خواهر، همسر، هرچه فرزند دیگه، این مبنای وهمی و تخیلی خودمون نباشه. بابامون بابامون هست، اما از این جهت که پدر ایمانی منه، برادرم برادرم از این جهت که برادر ایمانی منه. یعنی چی؟ اتفاقا برادر ژنتیکی منم هست، اما هر دوتا برادر ایمانی هم هستیم، هر دوتا شیعه امیرالمومنین. اونو میشناسی، اون هوا تو داره، اون شفاعتت میکنه، شفاعتش میکنی. مؤمن هوای مؤمنو داره اون دنیا، چون اینجا دیگه نسبت چی بود؟
نسبت به خدا سنجیده شد، چون نسبت به خدا بود حرکت صورت گرفت. و اینا گفتم ماشین با 120 سرعت هم بره تو ماشین تکون نمیخوری، تو ماشین در حال حرکت نیستی، ماشین نسبت به خیابون در حال حرکته. نسبی این ماجرا. اصلا امشب شب اندازه ها، شب قدر، شب نسبت هاست. مردم نسبت هاشون رو ما دوچار توهم خودیم. خدا این روح با عظمت رو دمید در این جسم خاکی، اون روح خداشناس رو، گفت ببینم میتونی از این جسم خاکی رها بشی دوباره برگردی انا لله و انا الیه راجعون، یا نه تو گیرودار همین جسم خاکی میبونی. به خاطر همین ما خیلی درگیر خودیم، درگیر منیم. ما خودخواهیم، خداخواه نیستیم. برای همینم خواسته هامون تو شب قدر خودخواهانه است، برای همین هم رشد نمی کنیم. تهش استکان آب میبریم از اون دریا. طرف یک زندگی حیوانوار داره، آخر عمرش هم نگاش بکنی با جک و جونوره هیچ فرقی نداره. گوسفندی به دنیا آمده، چریده، زوجی پیدا کرده، زاد و ولدی کرد و آخرش هم داره میمیره. گوسفنده بنده خدا آزارش به کسی نرسیده، این به 100 نفر رسیده. یعنی 100 رحمت به گوسفند. اولای که کل انعام بلهم از ذلیم، مثل حیوان هم حیوان هم بدتره. شوخی نداره خدا که. بعضی از این آدم ها انقدر بد میشن که آتیش هیزم جهنم هن. یعنی بقیه جهنم با اینا داغ میکنن. یعنی با اینو مثال براتون گفتیم، میگفتیم طرف جهنم نمیره، طرف شمر میره. یعنی اون شمره خود جهنمه. هرچی به اون نزدیکتر باشی، هرچی صفات و خلقیات و خواستهات شبیه شمر باشی، بیشتر میسوزی اونور. میگه تو شبیه اونه، بار پیش خود اون. قرآن میفرماد وقودها الناس والحجاره، آتش جهنم آدم و سنگه. یعنی سه کورهایی که آدم داغ میکنه، هم میسوزه هم میسوزونه، مثل بخاری برقیه، هم خودش داغ میشه هرچی به این جهنم وصله، هم میسوزونه بقیه رو. این قدر و اندازش قدر و اندازه پستر از حیوانه. ما خودمونو میخوایم، دقت کردی؟ ما همیشه نسبت به خودمون همه چی رو میسنجیم. به خدا خودخواهیم، یعنی تمام اتفاقات باید در راستای رسیدن ما به تمایلات خودمون تفسیر بشه. یهویی میبینی آقا چه میدونم یه سیل اومده، میدوه بیرون، میره ماشینا رو دارن آب میبرن، بعد میره این اومده تو داره میخنده، میگه چی؟ میگه الحمدلله ماشین ما رو آب نبرد. یعنی چی؟ یعنی گور بابای بقیه، خودمو میخوام. بقیه رو هم اگه میخوایم برای خودمون میخوایم. پدر مادرمون دوست داریم، امکاناتی تو زندگی میخوایم برای خود ماست، یعنی باید به ما آسایش بده، به ما رفاه برسونه. باید این ننه بابای باب میل من باشه. حالا این میل تو چقدر خداییه؟ هیچی. این زنی که رفتم باشه ازدواج کردم باید باب میل من باشه، این شوهر که باشه ازدواج کردم باید باب میل من باشه، من خودم رو میخوام. همه چی نسبت خودم، این آدم خودخواهه. بعد این آدم علاوه بر خودخواهی خودبینه، فقط خودشو میبینه. میگه رفتم دیشب احیا، پسر خالم که نرفت، خودشو فقط دید. و خود رأیه، حرف من. چقدر این حرفو شنیدید؟ چرا ناراحت شد؟ آقا چی شده؟ دعوا شده؟ حرف منو زمین انداخت. او درک زمین انداخت. می حرف تو چی؟ آیه قرآن بود حرفت؟ خدای فرمایش فرمودی؟ وحی منزله؟ آیه مزخرفی تحویل ملت دادی؟ یک دریوری گفتی اونم قبول نکرد؟ نه آقا، حرف منو زد زمین. من؟ حالا من چقدر؟ هیچی، یه جغله آدم روی این کره زمین و این کائنات که اصلا گمه. بعض موقع این هواپیما انصافا دست زندگی آدم، به خود حواسش جمع شده از همه چی دست زندگی میگیره. همین سوار هواپیما که میشه نزدیک شهرها که میشه،
مثلا تو تهران میخواد بشینه، مشهد میخواد بشینه، کنار پنجره که میشینه نگاه میکنی میبینی خدایا چقدر خونه، چقدر ماشین، تو هر کدوم اینا چقدر آدم، هر کدوم یه دنیا و یه خواسته ها و یه دعواها، یه پول اون یکی بالا کشته زد تو کله اون یکی، اون یکی عاشق اون یکی، اون یکی نمیدونم با اون یکی قهره، اصلا مخت سود میکشه میگه خدایا اینا چجوری به هم ربط میدی تو. ولا یشغل سمع عن سمع، خوندی تو این فرازها. اون تو مثل من و تو نیستش که یه نفر صاحب زیده ساکت بنم چی میگه، مشغولش نمیکنه شنیدن از شنیدن دیگه ای. بعد نگاه میکنه خندت میری ماشینه هنوز مورچه داره میره، بعد میگه توی ماشینه یه جغله یه برگشت میگه خدا کجاست مثلا. خدا وکر خندت میره از اون بالا مثلا نگاه میکنه، درس خدا شناسیه همه چی من گفتم اینجوری. اینقدر هم این بشر منیت داره که اصلا هیچ که جز خودشو نمیبینه و هیچ کسی جز خودشو نمیخواد، خودبین و خودخواهه و فقط حرف من. اگر ولش کنی رو کره زمین تمام کره زمین رو میخواد. یعنی شما همین صهیونیست‌ها رو نگاه کن، خب بگو لامصب شما این همه جا رو کره زمین دارید، زندگیاتونو میکنید، دارید اشغالتونو میکنید، تو جزایر کجاک خونه دارید و ها، چقدر دیگه از این دنیا میخواد بکنید؟ چرا بقیه رو میکشید؟ چرا بیماری طراحی میکنید بقیه آدما رو مریض میکنید؟ یعنی اگه دو تا آدم بذاره رو کره زمین، این میگه نصف کره زمین مال این باشه، نصف دیگه مال اون باشه، این کی میگه اون یکی باید بنزن بیرون. اما 124 هزار تا پیغمبر رو بذار کنار هم دیگه، گفت دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند، 124 هزار پیغمبر در یک گلیم گنجند. چرا دعواشون نمیشه؟ چون کسی خود نیست اونجا. اونجا فقط یک وجوده، کیه؟ خدا. تو همین خدا رو میخوان. ما اسالکم علیه من اجر، من که از شما پولی نمیخوام، که من شما اجر نمیخوام، اجر من بر عهده خداست. امیر مؤمنان میفرماد این بنده های خدا یا برادر دینی تو هن یا اصلا مسلمون هم نیستن، عیبی نداره، در خلقت با تو یکسانن. به این فکر کن مخلوق خداست، به این فکر کن خدای تو اراده کرد این آدم رو بیافرینه، فلذا امید داشت به هدایتش. ما دیدی چقدر وحشتناک صحبت میکنیم راجع به آدم ها؟ ما اصلا خدا رو به خدای قبول نداریم، خدا گواهه. مبنا ماییم، حرفا رو نگاه نکن الهی میزنیم، حرفای الهی من هم مشکل داره. طرف بچه مثلا یه نفر ماشین رو بذاره توی کوچه بیا تو خونه، چی میگی؟ ماشین رو بلکره به امان خدا بلند شد اومده. یعنی چی؟ خدا که نمیتونه ماشین نگه داره که، دزدگیر لاغل میزدی. ماشین رو بلکری به امان خدا بلند شد، امان خدا که کاری ازش بر نمیاد، ما خودمون رو فقط داریم. تمام خواسته ها، تمایلات، برنامه‌ریزی ها، همه چیزها رو زندگیمون، همه چیز برمون خوده. منو درک نکرد، خب تو کی بودی باید درکت میکرد؟ منو نمیفهمه، خب شاید تو یه موجود لاینحلی نمیفهمه، شاید پر از پیچیدگی تو رو نمیفهمه. چقدر به این اومدیم فکر کردیم که مشکل شد از ماه، چقدر اومدیم خودمون رو نسبت به خدا سنجیدیم، چقدر تو احترام گذاشتم میگیم آه خب خدا این آدم امید داشت. آفه الان مثلا ما بعضی از آدم ها هستن مثلا بهش میگه خب فلان، یه اون دیگه درست بشونی، یعنی اگه دست ما بود 99.9% ملت تو جهنم بودن. یعنی ما میگیم که خدا که کاری ازش بر نمیاد، خدا زبانم لال ارزه نداره این آدم رو هدایت کنه، ما میتونیم. میشه آره، زمینش وجود داره، میشه باش صحبت کرد، برای برم دست من بر میاد برم باش صحبت کنم. اصلا خدا اینجا وسط کجاست؟ آیه داریم تو قرآن، ما اگر اراده میکردیم همه مؤمن میشدن. یفقه قولی، خدا من حرفا رو دارم میزنم اما اگه تو نخوای به دلی نخواهد نشست. اگر فضل الهی نبود، اراده الهی نبود، یک نفر از ما بهش نمیره. فضل الهی باعث میشه یه جایی باز بتونیم خدا رو پیدا بکنیم، فضل الهی باعث میشه من و تو امشب اینجا نشسته باشیم، فضل الهی باعث میشه که امشب پیران مشکی امیرالمومنین تنمون باشه. این فضل الهیه. تو فکر از خودت اینا رو داری؟ توهم.
اراده‌شو برداره از رود ببینم یه رکعت نماز نمیتونه خدا شاهده بخونی. بعضی موقعا برای اینکه بفهمیم از خودمون نیست کار میکنه. دیدید چقدر ما تصمیم میگیریم یه سری تایمای آدم خوبی بشیم، اصلا اون لحظه حسش هم داریم فردا دیگه من آدم خوبیم، بعد فردا هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. چرا این اتفاق میفته؟ خدا میخواد بفهمونه دیوونه اون تصمیم تو نبود که، تو باید بفهمین از من باید بخوای. پس مبنای ما خوده. حالا اینو باید امشب بنذارش کنار. امشب میری دو تا صفت خدا رو میاری جلو چشت، دو نوع صفت خدا، یکی صفت جمال، یکی هم صفت چی؟ جلال. گفت به ما نگین جلال ها. صلواتی ند بفهم. آله محمد و عجل فرج و فرج. صفات جمال خدا رو میاریم، اون صفاتی که ارحم الراحمینه، اون صفاتی که رزاقه، اون صفاتی که ستار الایوبه، ها اینا رو میاری که سد راهت نشه. پس من و تو امشب فهمیدیم هیچ کی نیستیم، قدرش قدر خودمون اندازه دست اومد. چی؟ ما هیچی. تک تک من و شما که امشب اینجا نشستیم، کثیف‌ترین گناهکارترین بنده خدا امشب اینجایی. اگر گمانی جز این داری پاشو برو بیرون. تو خودت یه خدایی اومدی وسط نشستی. بس تو از همه چی با خبری؟ از ته دلا خبر داری؟ بابا اون زناکار، او فلانه، اون دزد، او رباخار، او فلان، تو چی؟ ابن ملجم با یه لبخند کارش تموم شد. آقا تو تعریف من و شما، تو نسبتهای من و شما، تو قدر من و شما لبخند بدتر یا زنا؟ زنا. اما یه لبخند هست که از توی اون لبخند زدن امیر المومنین نتیجهش میاد بیرون. اینی که حضرت میفرماد از هیچ گناهی، آقا امیر المومنین میفرماد از هیچ گناهی غافل نشید، نگید این کوچیکه. شاید تو این دومینوی الهی یه همینطوری آجرها رو میچینن که نام میخوره به هم دومینو، ها؟ یه اون تهش یه کوهی رو جابجا کن. تو چه میدانی؟ میگه به همه بندگان خدا احترام بذارید. شاید اون کسی که این پیرمرده، این بچه، چه میدونی تو اصلا سرده، شاید یکی از اولیاء الله کنارت نشسته، قرار نیستش که تابلوی بذاره بالا سرش بگه من از اولیاء الله هم. که ما همش با نسبت‌های خودمون داریم میسنجیم. ما هم شاید ببینیم چه برسیم، ما گناهکارترین بنده خدا رو زمینیم. به خودمون باشه قدمی از قدم نمیتونیم برداریم. از این توهم امشب بیاید بیرون، بیایم بیرون. والله العظیم به این پیرهن مشکی امیرالمومنین، من گمانم امشب بر اینه که از بنده گناهکارتر در این جمع نیست، در این شهر نیست. برو بالاتر. میگم اگر چیزی داریم خدا داده، درست شو؟ خدا داده. اگه نداریم خب باید به دست بیاریم. تا الان اومدیم جلو، 10 تا چراغ لامپ روشن کردیم. چند تا لامپ؟ بی نهایت، 1000 تا، 10000 تا، خیلی زیاد. بعضی از آدما متوقف میشن فقط همین 10 تا لامپی که روشن کردن میبینن، همینطور میمیره، مغرور میشن. 10 تا لامپ دارم، نگاه کن 5 تا لامپ بیشتر نداره. این میشه که آقای عمر سعد رفیق بچگی های امام حسین میشه قاتل ایشون، و آقای حر بن یزید ریاهی که جلوی امام حسین رو گرفته و اصلی ترین دلیلی که امام حسین به کوفه نمیرسه و امام حسین اونجا گیر میفته و امام حسین رو گیر میندازه و تا صبح عاشورا از سپاه اشقیاس به یک باره میشه کسی که من و شما میشینیم پا میشیم میگیم و علی الارواح التي حلت بفنائک، بهش سلام میدیم. یه لحظه است. اون خدای ما و شما باور نداریم خدا ذره پروره. ما همش ما نمیبینیم دو تا چهار تا من که داش اینقدر قرآن بلدم، این بچه نماز بلد نیست بخونه، این کجا من کجا؟ یارو دخترباز، یارو عرق خور. اون خدا خدای دخترباز و عرق خورام هست. و وهب نصرانی دو روز بیشتر نماز نخونده، اما اون دو روز نماز ببین چه کرده با این که کجا میکشونه میبردش. امشب از این وهم بیا بیرون.
در مقابل کیو داریم؟ پس خودخواهی نداریم، خداخواهی داریم. از امشب قرار شد نه فقط برای امشب، از امشب یک تصمیم جدید باید بیفته. از امشب ما همه چی نسبت به او خواهیم سنجید. قدر ما اوست، اندازه ها با پیمانه های او، با پیمانه های او همه چی عوض میشه. یهو میبینی یه آقای میفهمه من پر ارزن از دهن مورچه‌ای نمیگیرم، این ظلم عظیمه. یک نفر داره رد میشه کنار امام صادق، یکی از یاران امام صادق غلامش رو صدا میزنه، طرف نمیاد، از این برده های هندی بوده، نمیشه بوده سند اومد، یعنی هند اومد، برمیگرده یه توهین به مادرش میکنه، صداش میکنه. میگن برگشت آقا امام صادق جوری عصبانی شد که این برمیشه بابا این کافر بوده، مادرش اصلا کافر بوده. حضرت میگه باشه، لکل قوم نکاح، هر قومی نکاح خودشو داره، این تو آیین خودش حلال زاده است. میگن تا روزی که زنده بود حضرت راش نداد دیگه. الله اکبر. یه جمله. آره اندازه ها اونجا سیستمش فرق میکن، اندازه ها اونجا مبنای اندازه ما چیه؟ اندازه خودمونیم. گفتیم خدا رو بذار کنار، خرکشمون شیکون رو انداختیم دور، حالا خدای چیکار باید بکنه؟ این خدا، اول صفات عظمت و جلال خدا تو ذهنتون بیاد، صفاتی که یادت نره در مقابل کی وایستادی. کسی که اگر اراده بکنه زمین و زمان کن فیکون نشه. ما بعضی موقع ها خدا شده میریم سراغ یه آدم بزرگی، خدمت آدم بزرگی میرسیم، نگاه میکنیم میبینی چی؟ رومون نمیشه تو جلسه، سرمونو بخارونیم. آقا میری تلویزیون دوربین رو زومه، سرتو نمیخارون. یه آدم باعث میشه ما سرمون رو نخوریم، اما ظاهرا این خدا خیلی بزرگ نیست که جلوش هر کاری میشه کرد. آه؟ خیلی نعوذ بالله کوچکتر از اون آدم هست. آره جلو خواهر برادر لنگوپادم دراز میکنی کار نداره، بابات میدی خورده جمع میکنی، با بزرگت بیاد بیشتر، مهمون غذایی هست. ذکر عظمت خدا و زنده نگه داشتن یاد عظمت خدا قلب رو زنده میکنه. باید دست و پات بلرزه از اینکه جلو کوچه خدایی وایستادی. اون خدایی که زبیر جهنمی میشه، من و شما به گرد پای زبیر هم نمیرسیم. زبیری که تا مرحله پیشرفته بارها گفتیم از زهرا به امیرالمومنین فهمید اگه نمیتونی تابوت درست نکنی، وقت نداری، بگم پسر عمم زبیر درست کنه. این زبیر، بعد منو تو کجا جا داریم که اینقدر خیالمون؟ آقا بذار از اهل بیت، برای قرآن برات بگم، این آیه و این سوره همه اهل سنت شیعه سنی نه همه قبول دارن، مال اهل بیت. میفرماد اهل بیت اونایی که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ها سه روز افطاریشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر، میخواد اینا رو تعریف کنه، میفرماد چی؟ و یخافون یوم کان شره مستطیر، میگه اینا میترسیدن از قیامت، از اون روزی که شرش گسترده است، فراگیر، میترسیدن. گریه های امیرالمومنین در دعای کمیل ادا نیست، اون گریه ها حقیقیه، واقعیه. امیرالمومنین هم داره میفرماد خدایا ذره عنایت تو از رو علی بردار، علی وسط جهنمه. اگر عنایت تو نباشه خدایا. میگن امام سجاد میدیدن مردم که زبر بقیه اهل بیت هم نقل شده، زمان نماز که میرسید آرام آرام وقت اذان میشد که از قبل اصلا این روح بدن رو به تکاپو مینداخت، رنگ حضرت میپرید، دست و پای حضرت میلرزید، از رنگ و روی حضرت میفهمیدن وقت اذان داره نزدیک میشه. آقا میری جلوی یه نفر میخواد بره پیش آدم بزرگی گزارش بده، از 3 روز قبلش استرس داره. و ما اصلا یادمون میره کیه. همین دعای ماه رمضان میخواد شو میگه یا علی و یا عظیم، بابا یادت رفته کیه؟ ما خیلی دچار توهم فکر میکنیم ما قصر در میریم، جون سالم به در میبریم. از اون طرف صفات جمال خدا را داشته باش. تو صفات جلال خدا گفتیم به این فکر کن که اگه تمام گناهان رو انجام دادی، اگه تمام گناهان روی زمین و
تمام خوبی های سقلین، سقلین یعنی جن و انس، مال توه، احتمال این که کله پا بشی چیه؟ هست. باید بترسی هر شب اشک بریزی که خدا توفیق رو ازت نگیره. دیدید ما چقدر توفیق خدا یه از همون میگه؟ یه روز توفیق حاصل میشه اصلا دنیامو یه جوری دیگه میشه. میگه من از فردا تصمیم میگیرم نمازم اینجوری بخونم، روزم اینجوری بگیرم، این احترام بذارم. فرداش دیگه نمیتونی، نمیتونی، چون تو فکری باز خودتی، چون فکر خودتی ازت گرفتن. باید نگه میگه خدا ممنونم چه حس خوبی بهم دادی، خدا من اینو بازم میخوام. در وصف امام خمینی اومده میگه شبایی که نماز شب خواب میمون نمیتونست بخونه، میگن روزش عین بچه ها زار میزد که خدای من چیکار کردم توفیق نماز شب از من گرفتی. اینقدر اشک میریخ که دوباره اون توفیق حاصل بشه. اون کسی که کشنده است و بالا میبره فقط اون، اصلا به اعمال من تو نیست. ما یه عملی انجام میدیم اصلا 5 دقیقه نمیتونیم نگهش داریم، اما اولش نمیتونیم، همچین خوشحالیم و همچین با غرور فاتحش میخونیم میره. بخواد با عدالت برخورد بکنه تقریبا چیزی نداریم بدیم. اینو بهتون بگم، میگه خدای با عدالتت با ما تا نکن. میگه خدای خدا که ما از تو نمیترسیم الا از عدلت. اینو دیدی؟ حالا نکته عکسش، اگر تمام گناهان رو کره زمین داری، هیچ چراغی رو نتونستی روشن کنی، یک سوال، اون خدا میتونه تو رو ببره بالا یا نه؟ حتما. امید. اون خدا خدای ذره پرور هست یا نه؟ بله. اگه جز این بدونی یعنی که تو خدا رو نعوذ بالله بی عرضه میدونی. گناه من و تو اگه گناه جن و انس رو بذاری رو هم دیگه، گناه این جن و انس رو هم دیگه بیشتره یا مغفرت خدا؟ قطعا مغفرت خدا. این خوف و رجا رو باید با هم داشته باشی. پس دیگه اینجا منی در کار نیست. برای همین میگه اگه بیشترین ثوابو کری بازم میگیم هیچ، از منی وسط نیست. گناه هم که میگیم هیچ، مغفرت تو بزرگتره. بازم مبنا توی خدا، تو هم آدمی هستی. ببین من و شما آدمای بدی میتونیم باشیم، اما گفتم به اندازه هور بد نیستیم. به شما بگم هور خیلی آدم بدی بود. هور آدمی بود که امام حسین رو مستعصل کرد. این لفظ آدم خوب نیست برای معصوم استفاده کنم، مجبوریم که کلمه دیگه به ذهنم نمیرسه. حضرت فرمود بذار برگرم. گفت خیر، اجازه نمیدم. گفت بس بذار برم. گفت اجازه نمیدم. حضرت فرمود برم سمت ایران. گفت نمیذارم. حضرت فرمود برم سمت یمن. گفت نمیذارم. گفت پس بذار اینجا برم سمت این بیابون. گفت اینو ابن زیاد بهم چیزی نگفته، اما اونایی که پرسیده گفته نه نمیذاری بره. اینم فعلا یه پیک میفرستم ابن زیاد، امیر ابن زیاد خبرشو بهم بده، تا موقعی که اون خبر میخواد برسه چشم ازت ور نمیدارم فرار نکن. تا این پیک رفت به کوفه برگشت، چشم از ابو عبدالله ور نداشت، دست به قبضه شمشیر کنار موسنش را میرفت. دیگه من تو انقدر بدیم؟ خب خدا تونست از هور صحابی ابو عبدالله بسازه یا نه؟ چرا من تو نسازه؟ کسایی که فکر میکنن به بالاترین بالاها نمیرسن، اینا خدا رو بیورزه میدونن. یعنی خدا زورش نمیرسه اینه اون بالا ببره. کسایی که میگن ما کجا و نمیدونم، مثلا حالا اهل بیت از ما خواستن، دقیقا ما به مقام که خودمون سعی کنیم برسونیم، الگو رو باید کی قرار بدیم؟ اهل بیت. هرچند نمیرسیم، بی نهایت باید سعی بکنیم میل بکنیم به ایشون. این بزرگوارم مثل این نمودارا سو ریاضی دیگه، بی نهایت بار نزدیک میشم و نمیرسه. خود مقام اهل بیت که وهمه، نمیشه بهش رسید. برای ما وهمه، هیچ کی نمیتونه برسه. اما شما باید کیو مبنا قرار بدی؟ همون بزرگواران رو، تا متوقف نشی. اگر او دست رسیدنی میبود پس میشد ازش چی؟ رد شد. و اگر رد میشدی تو میشدی بهتره الزام. او باید میباید به خودشو به تو برسونه. اصلا منطق اسمت تو همینه، نه بتونی بهش برسی. خوب دقت بکن، اگر تو تصورت بر اینه که آیت الله بهجت نمیشی، یا آیت الله بهجتی بود، شما خدا رو خیلی ضعیف و کوچک میدونی. اگر تصورت برات که شما آیت الله قاضی نمیشی و چا این همه آدم خوب، سلمان نمیشی، ابوذر نمیشی، مقداد نمیشی، چرا فکر میکنی نه؟
خدا رو عرض کردم زبونم لال، دوست نمیم لفظ استفاده کنم، بعد بفهمین جا خدا رو صاحب قدرت نمیدونه، خدا بی عرضه میدونه. امشب خدای تو چقدیه؟ شب قدر خدایی هست که بتونه از من و توی پایین ما اینا دستو بگیره بره بالا یه شبه؟ میتونه یا نمیتونه؟ اون خدا تو امشب اون قدیه. شب قدر شب ظرف توه برای برداشتن از اقیانوس خدا. میخوای یه قاشق ببری؟ یه لیوان ببری؟ یه سطل ببری؟ یه استخر ببری؟ یا نه بگی من اصلا من نیستم. وقتی تو منی نیستی اصلا که ظرفی نیستی. ظرف چیه؟ خود اقیانوسه. این قطره رو نگاه کن، تا قطره بود قطره بود، ولو قطره گنده، تا خودشو رسون به دریا دیگه قطره بودنشو ندید، شد چی؟ گفت من دریام، حل شد تو دریا، من اینجای دریام نیستش که، حل شد رفت. میشه خدایی میشه آدم، تصمیمات خدایی میشه، خواسته ها خدایی میشه. ما دیدی چقدر گیر و بیچارگیمونیم، بدبختیمونیم، دروغ میگیم برای چی؟ برای حفظ خود. برای منه مهمه دیگه، یه غلطی میکنه این منه، برای اینکه منه را ماسمال بکنی، دروغ بالا دروغ. این منه دلش یه چیزی گرفته، حسودی کرده، غیبت میکنه، تهمت میزنه، اون آدمو بشکونه، زورش نمیشه که بدبخت بره جلوش بگه که، پشت سر زیراب میزنه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، عقده های خودش رو خالی میکنه. یه حقیریه دیگه، یه چاله آبه. ما پر ایناییم. امشب شب رها کردن ایناست، امشب شب فهمیدن این که بابا ول کنید اینا رو. مورد بعدی که میخوام عرض بکنم و مرتبط با عرایزم این که ما یه قضا داریم، یه قدر قضا، اونی که کار تموم بشه، قضا دیگه ها، با واد، قضا اونی که کار تموم بشه یه سر بشه دیگه، هم قابل برگشت نیست، لای و رده، بر نمیگرده، تمومه. میگه نماز قضا شد، تموم شد، تموم شد. از لحظه‌ای که نماز وارد میشه تا موقعی که قضا میشه، این قدر نمازه، قدرشه، اینه که دست من و توه، اما قضاش دست من و شما نیست. میفرماد قضی الامر، کار یه سر شد، کار تموم شد، دیگه کاری از دستت بر نمیاد. تو معادلات ما اول امیدون پس همه چی به خداست، اما میشینیم لم میدیم؟ نه، میگیم ما کار میکنیم، اما میدونیم زمانی که تو به کار ما برکت بدی ما نتیجه میگیریم. ما پس تو چی دسترسی داریم؟ برنامه ریزی میکنیم تو قدر. ببین عبارت فکر میکنم 86 85 دعای جوشن کبیر بده این صلوات اینات بفهمه. حالا بتونم پیداش بکنم، حالا اگه پیداشم نکردم فراز 85-86 بود دیشب، یادمه شم نگاه میکردم. بله، بله بله، عبارت 89 صلی الله علیه محمد و آل محمد. میفرماد محمد بعد جل فرجم، یا من علا فقهر، یا من ملک فقدر، یا من بطن فخبر، یا من عبد فشکر، یا من اسی فغفر، یا من لا تهوی الفکر، یا من لا یدرک و بسر، یا من لا یخف علی
علیه اسه یا رازق البشر یا مقدر کل قدر. همین اندازه دست توه. منتها من نقشم چیه؟ میکاتشی میشه. ببین یه عبارت دیگه هم هست، حالا من اگه تونستم آرمان پیدا کنم خدمتتون میگم، همین چیزا رو صحبت میکنم. توی اونجا میگه خدای تو کسی هستی؟ بله اینجاست. میگه یا من جعل لكل شيء امدا. همون عبارت 85 بود درست. میگه هر چیزی رو براش چی قرار دادی؟ نهایتی قرار دادی. یه فتیله چراغ رو شما فرض بکنید، اینو دیگه هر چی خوب ازش استفاده بکنی، یه باتری ماشین، یه باتری کنترل، هر چی خوب ازش استفاده بکنی دیگه نهایتش یه سال جواب میده، درست شد؟ دیگه نمیشه بیشتر از یک سال. اما میتونی یه روزم فاتحهشو بخونی. این که تموم بشه این قضا شد، اما این که من یه روزه استفاده کنم یا یک ساله، این دست من و تو، اینو خدا میسپره به خودمون. ما شب قدر اینو تعیین میکنیم تو خواسته هامون، این که دلمون باید جا بیفته که کسی نیستیم، خدا تو همه کاری، همه چی دست توه، مقدر توی، تقدیر کننده توی. این اگه جا افتاد، خدا لطفی که ممکنه او بیشتری نرو میده. یک نفر هست میخواد راه بیفته بره تو جاده، خب راه میفته همینجوری، نه ماشین رو چک میکنه، نه زاپاسی، نه همینجوری راه میفته، احتمالی که این آدم تصادف بکنه چیه؟ خیلی بیشتره. این قدر خودش رو چیکار کرد؟ نهایت بد استفاده کردن انجام داد، احتمال میره بالاتر، ممکنه هم چیز نشه. یکی از قشنگ خوب استراحت میکنه که خوابش نبره تو جاده، نه نه ماشین رو چک میکنه، آب و روغن ماشین و باد لاستیک ها همه چی بررسی میکنه، این حالا راه میفته، احتمال خطر در این چیه؟ میان یه روز امیرالمومنین یه دیوار خوابیده بود، دیوار خود سست بود، بلند شد رفت اون طرف خوابید، نشست بخشید، گفتن یا علی از جون ترسیدی؟ رفت امیرالمومنین که همش تو جنگ ها نفر اول بودم، جونورایی بودن خدا وکیل، علی از جون ترسیدی؟ حضرت فرمود که من از این قضا و قدر به یه قضا و قدر دیگه پناه بردم. یعنی چی؟ یعنی اینجا بخوابی بگی ولش کن، درسته، نه نمیشه که تو باید کاری بکنی، تو کاری که ازت برمیاد که زیر دیوار خراب نخوابی. اینجا تو به اندازه خودت تو تقدیرت مشارکت کردی، خدا تقدیر تو عوض میکنه. ببین ما عمرمون یه تهی داره، تهش مثلا مثال میزنم مثلا 100 سال مثلا، عدد همینجوری. ما میتونیم درست زندگی بکنیم، بهداشت رو رعایت بکنیم، تغذیه رو رعایت بکنیم، ورزش بکنیم، چه پرش بکنیم، میتونیم همینج خودمون مثل جلو ماشین بکشیم، میتونیم انقدر بد زندگی بکنیم، این تقدیرش دست خود ماست. اینجا پس این بخش خدا سپرد به ما، اون بخش هم اصلش هم دست خود ایشونه. هر جوری هم از این قدرها استفاده کنه بالاخره یه قضایی داره، تمام میشه میرسه. امشب شما تعیین میکنی که چقدر، چه چیزی میخوای، از اون چیز چقدر میخوای، خودت تعیین میکن. اما میگه یادت نره ها، شب رحمته، من امشب خوب باهاتون حساب کنم، اینقدر مهربونه. خدمت یه نفر از علما از قدیمی های انقلاب زحمت کشیده است و اینا، نقل میکرد از یکی از اساتید بزرگ اخلاق تهران، میگفت یکی از آیات قرآن ما خدمت ایشون بردیم، گفتیم منظور این آیه چیه؟ آیه خیلی آیه عجیبیه. ایشون فرمود که یعنی این که خدا اون دنیا بهترین اعمالتون حساب میکنه. از مهربون. یعنی چی؟ بهترین اعمالتون یعنی ما کلی نماز صبح خوندیم، به اندازه که به اون واجب بوده عمر کردیم، درست شد؟ میره چه جوری حساب میکنه؟ بهترین نماز صبحتو میکشه بیرون، بهترین نماز صبح خودتو میکشه بیرون، همه رو میبره زیر نمودار اندازه اون میکن. یه از این مهربونتر، از این بهتر. میگه فراموش هم نکن اینجا بهترین شب عمرت، بهترین شب سال نه، بهترین شب عمرته، چون اصلا معلوم نیستش فردا باشید سال دیگه، قسم از رتب پس بخور هستی. تازه شاید امشب قدر تو نوشتی که اصلا شب قدر دیگه کجایی؟ برای همین من الف شهر، یه عمر رو امشب شما میخوای ببندی.
ولی آیا حواسمون هست داریم چیکار میکنیم؟ میفهمیم چیا میخوایم؟ حالا یه آدمی از خواسته خودشو داره، به ما چه؟ برای اون آدمی خواسته ها مهمه، بزرگی. یه کسایی هم مثلا امشب خود اون دریا رو میخواد، خود اقیانوس رو میخواد. تمام این اتفاقات هم به واسطه و عنایت اون کسیست که تنزل الملائکه و روح به او نازل میشن، خدمت ایشون میرسن تا امر مقدر بشه. اینقدر مهربونه که از رحمانیت خود شامل حال همه میشه، ولی او کافره، اونم روزیشون میبره، یک کفی به همه میدن. اما میگه برای اون کسایی که خوبن، اونایی که مؤمنن، اینا دیگه از رحیمیت خدا میبرن، چیز اضافه تر میبرن، اینا عاقبتشون رو درست میکنن، اینا تقدیرشون رو درست میکنن، اینا سرنوشتشون رو درست میکنن، اینا قضای عمرشون رو درست میکنن. حالا آدم میخواد چی بخواد؟ امشب شما از هر کسی هر چی بخواد باید آقا صاحب الزمان امضا کن. طرف میگه من حضرت رو حالا نمیدونم در رویا دیدم، مکاشفه دیده، کجا میدم این نامه هایی رو هی امضا میکنه و میذاره این طرف، و بعضی از نامه ها هست میبوسی میذاره رو سرش، بعد میگه عرضه داشتم آقا جان این نامه ها چیه؟ گفت اینا نامه هایی که از بارگاه عموم عباس میرسه. یعنی شما از حضرت عباس هم چیزی بخوای، از امیرالمومنین هم چیزی بخوای، از آقا رسول الله هم چیزی بخوای، باید کی امضا کنه؟ امام زمان وقت. اوست که مقدر میکنه به اذن الهی دستش. خدا میفرماد تمام امکانات در اختیارش، تنزل الملائکه و روح، ملائکه همشون در خدمت او هن. تمام این اتفاق هم در هستی داره میفته، واسطه ملائک داره میفته، همه در اختیار او. جان اصلا در اختیار اوست. شما یه ذوالقرنین رو تو قرآن میبینید میگه و آتیناه من کل شیء سببا، نه یه سبب، من کل شیء، از هر چیزی سبب شده بودیم. وقت برداشتن از امام زمان چیه؟ بعضی ها زرنگن، امشب خود حضرت رو میخوان، بعضی ها امشب عنایت خود حضرت رو میخوان، بعضی ها امشب میگن خدایا اصلا من چی بخوام؟ به یه بچه کوچیکی الان بهش بگو که پسرم دخترم این پول کل عیدیاته، 100,000 تومان 50,000 تومان عیدی جمع کردی، ها چیکارش کنم؟ میگه همه رو شکلات بخریم. عقل این بچه نمیرسه. بعضیش هم 1,000 مرض و کوفت و زهرمار میگیره، مرض قند میگیره، دندوناش خراب میشه، بزرگ میشه، بعدن باباش میگه من نمیفهمیدم تو چرا جلومو نگرفتی. یه مشاوره خانواده آورده بودن پیش ما، این خانم طلاق گرفته بود، بعد سر ازدواج دومش بود، یعنی خواستگار جدید اومده بود، منتها مرد دیگه سنش خیلی بالا بود، اومده بودن مشاوره، بعد یاد کردن تو اون جلسه از ازدواج قبلیشون. این باباش برگشت گفت ما اون موقع به تو گفتیم تو به دردت نمیخوره، پسر تو رامتون رام دبیرستان شناساییش کرده بود، دیگه اینم فاز نمیرم رگمو میزنم از این مسخره بازی ها، با این ازدواج کرد، چند سالی هم دوام نیورد، فهمید که این آقای با چندین خانم دیگه ارتباط داره، آدم کثیف، یه طلاق گرفت، برگشت تو جلسه جلو خودم. بابا میگه یادت بهت میگفتم، برادرش میگه یادت میگفتم، برادرش هم گفت، میگفت من بچه بودم نمیفهمیدم، باید منو مینداختید تو انباری در قفل میکردید، من نمیفهم جلو منو باید میگرفتید. برگشت تو جلسه میگفتش که به پدرش میگفت، به برادرش میگفت شماها منو بدبخت کردید. من عقل نداشتم، الان فهمیدم. حالا یه سوال، اون موقعی هم که میخواستی ازدواج کنی نمیشد تاریخو برگردونیم بیام یه فیلم بگیریم بگیم نگاه کن تو 10 سال دیگه این حرفو میخوای بزنی ها؟ اما میشه یه آدمهایی که فیلمش هم نبینن به لحاظ عقلی به این برسن، بگی امشب خدای من بچه هم مثلا نمیدونم چی برام خوبه یا چیز بده، من میگم خدای ماشینه رو برام برسون، مثلا نمیدونم مثلا جنبه اون ماشین ندارم، اگه سوار اون ماشین بشم یه شهری رو به کثافت میکشم، مثلا جنبه اون پولا ندارم، مثلا جنبه این میزان مورد توجه قرار گرفتن رو ندارم، خدای برام خوبه یا نه من اینا رو سر در نمیارم.
امشب میخوام این ظرف رو بدم دست خودتو، تو به هم بگو چی برام خوبه، تو به هم بگو، شما به هم بگو، من که خودم نمیفهمم که، من که قوه تشخیص ندارم. اگرم اینجا میگم امام زمان برام بهترینه، اینا کیاد گرفتم؟ از اهل بیت. میبینم امام صادق میگه من اگر او را درک میکردم تمام ایام عمرم را خدمتگزار او میشدم. عجب، عجب گنجینه‌ایه. من میبینم امام رضا برگشته میگه، میفرماد که ای سید من و ای مولای من که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است. اون کیه که امام رضا در نبود او بیخوابی میکشه؟ من میبینم امیرالمومنین بالا منبر داره عشق میریزه، میگن یا علی چرا گریه میکنی؟ میفرماد شوقا لرؤیته، از اشتیاقی که یه روز ببینمش دارم عشق میریزم. من میبینم تو روایات در مورد ایشون میگن طاووس اهل جنت. من این روایت خوب نمیفهمیدم. کی فهمیدم؟ رفته بودم تهران تا انتهای اتوبان بابایی باغ پرندگان، پرنده های مختلف اونجا بودن، یک لحظه رستم یک جایی دیدم جمعیت عظیمی از مردم وایستادن، نگاه کردم دیدم 5 6 تا طاووس اصلا ول کرده بودن، یعنی مردم با دستم میتونستم بهشون بزنم. نگاه کردم دیدم اینا دارن طاووسا رو نگاه میکنن، یعنی کاملا محسوس تفاوتو میدیدی. یعنی او آقایی است که تو بهشت تمام توجهات به اوست، تو بهشت که همه حواساشون به نعمات و غرق نعماتن، میگن وقتی ایشون میاد همه ول میکنم، چی میگه او رو نگاه کن. و من میتونم خدایا او را داشته باشم اما ندارم، منم میتونم، من هم میشود در ایام عمر حیاتم چشمم به جمال ایشون روشن بشه، نمیتونم، من هم میتونم سید ابن طاووس باشم که از پشت دیوار صدا امام زمان رو میشناخت، انقدر رفیق بود با حضرت. من هم میتونم اون عالمی باشم که حضرت خطاب بهش هر روز بهش حضرت سر میزد و فرمود فلانی اگه یه روز ما رو نبینی چی میشی؟ عرضه داشت میمیرم آقا جان. گفت برای همین هر روز بهت سر میزنیم، برای همین هر میدونیم دروغ نمیگی، نبینیم مردی. من هم میتوانم علی ابن مهزیاری باشم که 3 روز در خیمه حضرت مهمانش باشم. بعدم میدونم بالاخره این جمعیت یه حوری هم میخواد دیگه، قرار نیست همه که عباس باشن که اما ادب کردم، هر دلیل بخشیدنش هم ادبه شد. ابا عبدالله فرمود مادرت به عزاد بشینه، یعنی اینقدر حضرت رو اذیت کرد، برگشت همین رو جواب بده به حضرت. یه لحظه یادش افتاد که او فرزند فاطمه است، ادب کرد خریدنش. هیچی ندارم اما مؤدبم. کسی که مؤدبه جایگاه طرف مقابل رو میدونه. یک چیز در وصیت به آقا امیرالمومنینمون زمان شهادت از اینکه 40-50 تا وصیت میکنه به امام حسن مجتبی علیه السلام، خب پسر بزرگتر امام بعدیست، میگه کارا رو راستوریس کن، همه وظایف افتاده گردن شما دیگه. شنو میکنه دنبال این در مورد این بچه ها صحبت کردن، میگه به این برادرت محمد، محمد حنفیه، اینو مراقب باش، یه وقت اینو میرن شیطون میره تو جلش، اینا میرن وسوسهش میکنن ادعای امامت مثلا نکنه. همه رو توضیح میده، میرسه به امام حسین، فکر میکنید چطور ایشون رو معرفی میکنه؟ و اما اخو کل حسین، اما بر فهوه ابن فاطمه، فهوه ابن امک، گفت همینقدر بگم که پسر فاطمه است. یعنی پسر فاطمه بودن هم هیچی دیگه حضرت نمیفهمه، و این کافیست برای امام حسن مجتبی علیه السلام که بگم اون پسر فاطمه است و یه همچین شأنی داره. چرا؟ چون بحث ژنتیک این چیزا نیست، چون اصلا اساسا قرار پسرای فاطمه متفاوت باشن، چون این وعده الهی است، اونا بهترین آدمای روی زمینن. این ادب رو ما داریم،
یه جوانی بود، این می‌خواست بره که این کشورهای اروپایی، بهش گفتن بعد مسیحی بشی. من می‌دیدم یه هر دفعه می‌رفتیم می‌دیدیمش، می‌رفتیم خونه‌شون، رفت آمد داشتیم، می‌دیدم یه واکمنی به گوشاشه، هدفون می‌زد، این ام پی 3 این چیزا هم نبود، نوار بود. یه روز، یعنی ما سن و سالی هم نداشتیم، گفتم چی گوش می‌کنی؟ گفت صحبت‌های پدر، نمی‌دونم فلان پدر دیگه کیه. برداشتم می‌دیدم یه بابایی داره حرف می‌زنه، یکی این کشیشا بود. اینا رو برای اینکه بتونن مسیحی بکنن میگفتن که چی؟ میفرستیمتون خارج، بعد مسیحی بشید، برید اونجا بگید ما میخوایم مسیحی بشیم، تو ایران اذیتتون میکنن، برید اونطرف. بعد اینا رو میبردن یه کلیسایی که کلیساش هم به من گفت، میگفت یه شب، شب 21 که ماه مبارک رمضان افتاده بود، میگفت تو کلیسا هم دختر و پسر قاطی میشستن گیتار میزدن. گفت جذب دینیشون این بود. نه نکته بالاخره میگه اون شب هر کاری کردم، میگه شبای قبلش رفته بودم، نه روزه دیگه نه هیچی فلان، میگه اون شب هر کاری کردم شب شهادت امیرالمومنین نتونستم. میگه زنگ بهم زدن بهانه آوردن، من مریضم نمیتونم بیام فلان و همان. این زندگیش کاملا متفاوت شد از بقیه. این آقا امیرالمومنین میخرش، میگه تو ادب کردی. اصلا مشکی که ما تنمون میکنیم یعنی این دیگه، یعنی آقا به ما ادب میکنه، من همراه شما عزاداری میکنم، من هم رنگ شما میخوام بشم، میخوام ادای شما رو در بیارم. پس ما هم میتوانیم از این گنجینه برخوردار باشیم، اما چه؟ نه، طرف از دار دنیا دنبال چیزایی که گوش کن همه رو شو میذاره میره، یکیشو نمیبره با خودش، همشو میذاره میره، هیچی نمیبره. به عمر صد بگی آخه بی انصاف، اصلا به گندمای ری هم میرسیدی، تا چند سال میخواستی نگه داشتی؟ تا چند سال میخوای نگهش داری؟ هیچیش برات نمیمونه. برای فرعونش مون، برای نمرودش مون، برای رضاخانش مون، جنازش ندیدی تو زمین افتاد بیرون؟ چی بردی با خودت؟ داشتت چیه؟ عرضم رو جمع کنم، امشب شب اینه که بفهمی از کی تو و توی شد که هیچی، من اینجا نیستم، خدا اصلا من هیچی نمیفهمم، من خودم صاحب فهم نمیدونم، از شمایی که میترسم از مقامت اما طمع دارم و امید دارم به مغفرتت. میدونم مغفرتت بر غضبت میچربه، اینا همش تو ادیامونه. امشب بهترین ها رو به من بده، اونایی که به بهترین بنده هات میدی به من بده. من نمیدونم چیه، چی برام خوبه، آقا خدای من اونو به من بده. اما من از روایات عقل اینا فهمیدم اون بهترین چیز اینه که من امشب امام زمانی بشم، به این برسم، اللهم اجعل محیای و مماتی ممات، زندگیم و عمرم و دار و ندارم و امام رضایی کن. من که زائرشم، من که مجاورشم، من که هر بار سوار یه تاکسی میشم، از این خیابون رد میشم به اون خیابون رد میشم، هی چشمم میفته به این حرم، من که خدا بهم لطف کرده روزی چند بار سلام میدم، من که همسایه‌شم، رفیقیم با هم، میشه ما رو با هم رفیق تر بکنیم؟ من میخوام شب رفیق امام زمانم بشم، اینو بهم بده. میدونم این دنیات خدا اوضاع خرابه، ها؟ زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فاتحه دنیا خونده شده، همه سرشون سراغ له و له، اما چند نفری هستن دیگه، جمع میشن دور هم، میان ما امشب و بهترینه رو بخوایم. به خدا قسم بخوایم، از خدا بخوایم، خدا مرگ ما رو شهادت قرار بده. ما شهاد آدم وقتی فکر میکنه به این که میخواد کنج خونه بمیره، دلش میخواد بترک. آدم وقتی
ما رو خیلی بیشتر از شما چون کارم ایجاب میکنه، دعوت میکنن سخنرانی برای این مدافعای حرم و اینا، میری میشینی قبلش با پدر شهید مادر شهید. الان هم که این ابزار ثبت مکالمات اینا فراهمه، میبینی بابا قبل از رفتنش وایس فرستاده. اصلا میفهمی همه چی بریده، تموم بوده کار. میگم آخرین بار که اومد دیگه بچه‌مون رو یه جور دیگه بغل کرد، فهمیدم همسر شهید میگفتم. میگفت نه که خدا شاهده بخوام ادا درارم یا دوچار توهمی چیز بشم، میگفت کاملا متفاوت. میگفت موقع خدافزی یه جوری رو بغلش کرد اینجوری دادش سمت من، از این شدت عمل من فهمیدم این از جانش کند. میگفت دفعه قبل 20 بار برمیگشت نگه میگه دست کن میداد بابایی بابایی میکرد، میگفت اصلا دیگه نگاه نکرد. میگه به دلم افتاد این تمام کارش، این رفت، این فهمید این مالکیت ها دیگه نیست، دلبری ازش کرده بود یه کسی دیگه، او امام حسینی شده بود، او امام زمانی شده بود. کشش اون سم مثل یه پرندهی که این پرنده های مهاجر رو که میبینه فصلش میرسه تا اونا رو میبینه هوس پریدن درش به وجود میاد. اینطور و زندگی و ابدیت زندگی و حیات رو انتخاب کرد. او رو اون هم بری نگاه بکنی یه شب قدری خواسته بوده بهش داده بوده، او هم تو شب قدر پارسالش براش نوشته بوده آقا شهید اینو ما خریدیمش. میگه اون کسی که جونش رو در راه ما داد دیگه خونبهاش با من خود من خداست. اولین قطره خون که میچکی رو زمین میگه تمام گناه ها بخشیده میشه، همشو میبخشی. اولین قطره خون میتونیم اصلا از اون خوده گذشت دیگه، از اون منه گذشت، تقدیم خدا کرد خودش. امشب یه همچین چیزایی رو بخوایم. من تو اهل بیت وقتی نگاه میکنم که کدام یکی از اهل بیت بیشتر از همه از همه اینها گذاشتن، میبینم نمونه بارستر از ابا عبدالله نداریم. اصلا ابا عبدالله نمونه گذر از تمام تعلقات است. از بچه 6 ماه بگیریم، باید بچه دار بشی بچه 6 ماه تو بغل بگیری بفهمی اون داستان چی بود. من به پدر احمدی روشن گفتم، چطور؟ گفت یه چیزی به شما بگم، تو هواپیما با هم نشسته بودیم. میگفت این اواخر بعدها فهمیدیم بعد شهادتش که هم به دل مادرش افتاد هم به دل من. میگفت ما تا به هم نمیگفتیم. گفت این مصطفی لباسه انرژی اتمی رو که تنش میکرد، میگفت خوش قد و بالا هم بود، قد بلند بود. میگفت ما نشسته بودیم جلومون که راه میرفت آماده میشد میرفت، میگفت اصلا یهو دلم تکون میخورد. من کنار میگم من رو یاد روزه حضرت علی اکبر میافتادم. کی میگه وقتی میرفت تمام جان و دل ابا عبدالله داشت انگار به میدان میرفت. خونه و زندگی رو رها کرد. بعد اونجا تو گودال چی میفرماد؟ هیچی نمونده. یعنی اصلا بگی آقا بزن یه چیز رو خرابش کن، بشکنش، له لوردش کن. یعنی چی چطور بهت بگم؟ هیچی نخواست بمونه. تو گودال چی ها میفهمم؟ الهی رزن به رزاک تسلیمن لامرک لا معبود سواک، چون خدای جست نیست، من که راضیم به رزاک، من تسلیمم، چی میخوای؟ میگه وقتی این دوره کردن حضرت رو، یک مدلی از شکار هست در قرآن، شکارهای زمان جاهلیت هست که نهی شده، میگه حرام میشه اون گوشت دیگه قابل استفاده نیست. اینم شکار چیه؟ به قتل صبره. یه چاله درست میکردن، اون موجودی که میخواستن شکار کنن میناختن تو اون چاله، نمیتونستن نزدیک بهش بشن، سنگای رو بر میداشتن، چوبای رو بر میداشتن، از دور انقدر میزدن تو بیحال بشه. بعد که دیگه از جون میافتاد میرفتن سراغش. در مورد ابا عبدالله نقل کردن میگه آقا به قتل صبر حضرت رو زدن.
از تمام داشته ها، از هر آنچه که هست و نیست، از همه رو گذاشت حضرت، همه رو. او میتونه اینقدر راحت با دلی آرام با ده ها و بلکه صد ها زخم اینقدر زیبا بفرماد رزم به رضا تسلیم الامر لا معبود است. یه همچنان حضرت زینبی میتونه اون پیکر متحر رو زیر بالای دست بگیره بگه خدا تقبل منا، از ما قبول کن هذا القربان، این قربانی از ما قلیل کمه، ببخشید از ما بپذیر. امشب ما اهل بیتی بخوایم و بهترین دعاها امشب این که تمام خیر و برکت رو برای تمام انسانها بخوایم و اون هم چیزی جز ظهور آقامون نیست. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خدای تو را سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، هرچه زودتر قضا و قدر رو در تعجیل در فرج آقا صاحب زمانمون در ایام عمر ما قرار بدی، تقدیر ما رو این قرار بده که جان فدا و فدایی امام زمانمون باشیم. خداوند این انقلابی که به این سختی تا الان نگهش داشتیم با این همه دشمن، مدعی نیستیم اما سخت کار پیش رفته، خون دادیم بابت اینها، خدا این انقلاب رو به دستان مبارک امام زمان عجل الله برسان به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.